ادعای حمله جبهه آزادی بر مواضع طالبان در 3 ولایت. 14 نیروی طالبان کشته شدند. 3 نیروی طالب در یک درگیری خودی در تخار کشته شدند. ایلان ماسک بزرگترین سهامدار تویتر شد. بزرگ ازبک ها از بند استخبارات طالبان آزاد شد و مارشال دوستم با احمد مسعود بیعت کرد. مشروع خبرها. جبهه آزادی ادعا میکند که در ولایت‌های بغلان، نورستان و قندهار بر مواضع طالبان حملات کرده است. این جبهه با فرستادن خبرنامه به روزنامه اشت صبح ادعا کرده که در پی این حملات 5 طالب کشته و 9 طالب دیگر زخمی شدند. این جبهه گفته که به نیروهای جبهه آزادی تلفات وارد نشده است. بر بنیاد این خبرنامه، این حملات 3 شنبه شب 23 عمل در این ولایت ها انجام شده است. به نقل از خبرنامه، این تعداد از نیروهای طالبان در درگیری 4 ساعته میان نیروهای جبهه آزادی و طالبان در ولسوالی خست و فرنگ ولایت بغلان، حمله تهاجمی بر بیز گندلبوک ولایت نورستان و پرتاب بمب دستی در میان تجمع طالبان در حوزه نهم شهر قندهار کشته و زخمی شدند. طالبان تا کنون در مورد این رویداد چیزی نمیگویند. 3 نیروی طالب در یک درگیری خودی در تخار کشته شدند. گزارش از روزنامه اشت صبح. منابع محلی در تخار از درگیری خودی نیروهای طالبان در ولسوالی چاهاب این ولایت خبر می‌دهند. منابع امروز چهارشنبه 24 عمل بر روزنامه اشت صبح میگویند که در نتیجه این درگیری تا کنون 3 طالب کشته شدند. منبع میگوید که عقیده طالبان برای خل سلاد و فرماندهی که 2 روز پیش در ولسوالی چاهاب این ولایت با هم درگیر شده بودند میرفت، اما این فرماندهان با نیروهای اعزام شده درگیر شدند. با گفته این منبع، تا هنوز روشن نیست که کشته شدگان از افراد فرماندهان ملی طالبان هستند یا نیروهای نظامی به این ولسوالی. منبع می افزاید که وضعیت در این ولسوالی ها نگران کننده است و شهر حالت نظامی را به خود گرفته است. مسئولان ملی طالبان تاکنون در پیوند به این درگیری ها چیزی نمیگویند. گفتنی است که این فرماندهان ملی طالبان 2 روز پیش در این ولسوالی با هم درگیر شده بودند که در نتیجه 4 طالب کشته شدند. ایلان ماسک بزرگترین سهامدار تویتر شد. ایلان ماسک 9.2% از سهام تویتر را به ارزش 2.89 میلیارد دلار خریداری کرد و حالا بزرگترین سهامدار این شبکه اجتماعی می باشد. ایلان ماسک ثروتمندترین مرد دنیا و مالک شرکت تسلا 9.2% از سهام تویتر را پس از انتقاد از روی کرد این شبکه اجتماعی در مورد آزادی بیان خریداری کرد. مجموع سهام ایلان ماسک حالا حدود 2.89 میلیارد دلار ارزش دارد. با این خرید، ایلان ماسک یکی از بزرگترین سهامداران تویتر به شمار می رود. گفتنی است که بنیانگذار تویتر یعنی جک دورسی فقط 2.25% از سهام این شرکت را در اختیار دارد. اکنون ایلان ماسک یکی از مشهورترین کاربران تویتر محسوب می شود و بیش از 80 میلیون نفر تویت های او را دنبال می کنند. مخدوم عالم از فرماندهان ازبک‌تبار طالبان پس از 3 ماه حبس از زندان رها شد. گزارش از روزنامه اشت صبح. منابع رسمی تایید میکنند که مخدوم عالم از فرماندهان ازبک‌تبار طالبان از زندان رها شده است. انام‌الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان تایید میکند که آقای مخدوم عالم پس از 4 شنبه 24 عمل از بند رها شده است. مخدوم عالم به تاریخ 22 مای جدی سال 1400 از سوی افراد طالبان بازداشت و 3 ماه در زندان آنان بود. مارشال دوستم، من با احمد مسعود در تماس هستم. از استادگی مقاومتگران آزادی اندراب سپاسگزاری می نمایم. پنجشیر و اندراب تا حضور ما تنها نیست. کمک های دیپلماتیک را تا حد امکان می رسانیم. پیروزی عنقریب نزدیک است. گزارش های تایید نشده از رسانه های کابل. فرمان های اصلاحی، اسناد عقب ماندگی طالبان، ادامهش. این رسوم ناشایسته که در فرمان ملا هیبت الله ذکر شده در چند درصد از جامعه افغانستان رایج است و تا چه حد مسئله بنیادی و ملی تلقی می شود، درست است که کشور ما از قافله پیشرفت بسیار پس مانده و دچار عقب ماندگی دردناک است. اما این ملت همان نیست که ظاهرشاه و داوود خان به جا گذاشته بودند. حتی با آن چه در زمان سقوط حاکمیت طالبان در سال 2001 بودند، بسیار تفاوت دارند. اکثریت مردم دیگر با تعلیم، کار و تحصیل دختران مشکل ندارند. ارقام ثبت نام دختران به مکاتب در سالهایی که دامنه شورش‌ها گسترده نشده بود، سند این تحول است. خلاف آن چه طالبان تبلیغ میکنند، آنان که بد دادند ازدواج اجباری و محرومیت زنان از حق میراث را ارزش فرهنگی خود میدانند.
اقلیت بسیار کوچک هستند. حتی اگر فرض کنیم که این سنت‌ها هنوز در بخش‌های از کشور بسیار ریشه‌دار و مقاوم است، عقب ماندگی نشانه گرفته شود، رای درست را مردم انتخاب می‌کند که از سلیم دختران حمایت می‌کنند و کار را ننگ نمی‌شمارند. این گروه از هموطنان ما هم از نظر ادبی غالباً و هم از نظر فکری. به تازگی ویدئوی از سراج الدین حقانی خلیفه گروه طالبان نشر شده است که با جمعی از متنفذان محلی خوست پکتیا و پکتیکا از مشکلات آن مناطق صحبت و در آخرین هدایت را با عنوان فیصله به حاضران ابلاغ میکند. در آن ویدیو که به تاریخ 3 مارس 2022 در صفحه فیسبوک رادیو تلویزیون ملی افغانستان که تحت کنترل طالبان فعالیت دارد نشر شده، آشکارا معلوم است که اولویت های حقانی ها و متنفذان بسیار فرق دارد. اشتراک کنندگان از توزیع زمین، ضرورت اتحاد بین نیروهای سیاسی و جلوگیری از خطاهای گذشته در سوء استفاده از دین صحبت میکنند، اما حقانی ها ضمن وعده های هوایی در امر آبادی به چیزی که ظاهرن تخصص دارن با دقت میپردازن. حقوق زن فیصله را نس حقانی میخواند و در آن به مسائل سنتی و فرعی، یعنی که معمول عقب ماندگی اقتصادی و فرهنگی است، میپردازد. با چند مورد از آنها از آن فیصله ها اشاره میکنیم. اول، حقانی ها از اشتراک کنندگان تعهد میگیرند که در منطقه ایشان بعد از این کسی بیش از 350,000 افغانی تویانا نگیرد. در آن مجلس ادعا می شود که در خوست پکتیا و پکتیکا تا 3 میلیون افغانی تویانا گرفته می شود. اعداد نشان می دهد که تویانا نجومی مشکل عام نیست و سقف تعیین شده از سوی حقانی ها نیز بسیار بالاتر از توانای کارگران، دهقانان، معلمان و ماموران عادی می باشد. در جامعه که مزد ماهانه کارگر اگر کار باشد به مشکل به پیش از 10,000 افغانی می رسد، برای به دست آوردن و ذخیره کردن 350,000 افغانی حداقل یک دهه کار لازم است. طالبان با نفس خرید و فروش زنان مشکل ندارد. آنان تلاش دارند قیمت را تعدیل کنند تا بازار دچار کساد نشود. طالبان گرفتن تویانه را حرام نمی دانند، بلکه تلاش دادند رقمی را ترویج کند که اقشار آمیهان گروه، یعنی تاجران، ملاها، متنفذان، کارگران و مسافران که عشر و زکات می پردازند و نیز قماندانان و حاجیان در پرداخت آن رقم راحت تر باشند. دو، منس حقانی در ماده دیگر می خواند که در بعض مناطق مرد پیشخانه خانواده دختر مرمی فایر می کند. اعلام می کند که آن دختر از من است و کس حق ازدواج با او را ندارد. انس می افزاید در آینده اگر کس چنین کند زندانی خواهد شد. باز باید پرسید که آیا فایر کردن مرمی به هدف تملک دختر جوان با فرمان و حبس متوقف می شود؟ جواب خود حقانی ها نخیر است. در همان مجلس حقانی شکایت دارد که از فرمان امیرالمومنین طالبان ماها میگذرد ولی مردم با آن عمل نکردند. جزئیات این خبر را می توانید در ویدئوی دیگر دنبال کنید. از اینکه تا این دم با ما بوده جان سپاس. برای ویدئوی بیشتر و تازه ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب، ویدئوی من را لایک و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. شب روزتان خوش.